اعمال فصل 26. اغریپاس خطاب به پولس گفت: ما به تو اجازه می دهیم که از خود دفاع کنی. پولس دست های خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: اعلی حضرت، برای من کمال خوشوقتی است که امروز در پیشگاه آن حضرت در خصوص شکایاتی که یهودیان از من دارند به دفاع بر می خیزم. و بیشتر از این خوشوقتم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین آنان آشنایی کامل دارید. تمنا دارم لطف فرموده به عرایض بنده توجه نمایید. همه یهودیان به خوبی می دانند که جوانی من چگونه گذشته است و می دانند که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خود و در اورشلیم زندگی کردم. آنان مرا از اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند آن را تصدیق کنند. آنها می دانند که من عمری را در فریسیگری یعنی پیروی از دقیق ترین فرقه های دین خود گذراندم و حالا به خاطر امید به آن وعده‌ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه می شوم. این همان وعده است که 12 طایفه ما امید دارند که روز انجام آن را ببینند و از صمیم قلب شب و روز عبادت می کنند. آری، به خاطر همین امید است که یهودیان از من شکایت کردند. اعلی حضرت، چرا به نظر آن جناب محال می آید که خدا مردگان را زنده گرداند؟ خود من روز این را وظیفه خود می دانستم که به هر وسیله با عیسی ناصری مخالفت نمایم و در اورشلیم همین کار را کردم و با اختیاراتی که از سران کاهنان گرفتم بسیاری از مقدسان را به زندان انداختم و وقتی آنان را می کشتند بر ضدشان رأی می دادم. مدت زیاد ایشان را در کنیسه ها می زدم و کوشش می کردم آنان را به انکار ایمانشان مجبور سازم. خشم و غضب من به جایی رسید که تا شهرهای دوردست آنها را تعقیب می کردم و آزار می رسانیدم. در چنین حالی با داشتن اختیارات تام و اوامر از جانب سران کاهنان به دمشق می رفتم که در هنگام ظهر در بین راه اعلی حضرت نور روشنتر از نور آفتاب به دور من و همسفرانم درخشید. همگی به زمین افتادیم. بعد من صدای شنیدم که به زبان عبرانی به من گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ بر میخ‌ها لگد زدن کار آسان نیست. پرسیدم: خداوندا، تو کیستی؟ خداوند گفت: من همان عیسی هستم که تو به من جفا می رسانی. برخیز و روی پای خود بیست. من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم. تو باید درباره آنچه امروز دیدی و آنچه در آینده خواهی دید شهادت دهی. من تو را از دست این قوم و نیز از دست ملت‌های بیگانه که تو را پیش آنان می‌فرستم خواهم رهانید. تو را می‌فرستم تا چشم‌های آنان را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلمرو شیطان به سوی خدا بازگردانی تا از راه ایمان به من گناهانشان آمرزیده شود و در بین ایمانداران پاک و مبارک شده خدا حصه داشته باشند. بنابراین اعلی حضرت اغریپاس، من نسبت به رویای آسمانی نافرمانی نکردم، بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سر تا سر یهودیه و سپس در میان مردم غیر یهود اعلام می کردم که باید توبه کنند و به سوی خدا برگردند و طور زندگی کنند که شایسته این توبه باشد. به همین دلیل یهودیان مرا در خانه خدا گرفتند و می خواستند مرا بکشند، اما به یاری پروردگار امروز در اینجا استادم و به همه، به کوچک و بزرگ شهادت می دهم و چیز جز آنچه پیغمبران
و موسی از پیش خبر دادند به زبان نمی آورم. یعنی مسیح باید درد و رنج بکشد و اولین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملت‌های دیگر اعلام فرماید. وقت دفاع پولس به اینجا رسید، فستوس فریاد زد: ای پولس، عقلت را از دست داده ای، زیادی علم تو را دیوانه کرده است. پولس جواب داد: نه خیر عالی جناب فستوس، دیوانه نیستم، بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می کنم. اعلی حضرت از این چیزها اطلاع دارند و من می توانم آزادانه پیش آن جناب صحبت کنم. فکر نمی کنم در این باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد، زیرا هیچ یک از آنها در خفا صورت نگرفته است. اعلی حضرت اغریپاس، آیا شما با پیغمبران عقیده دارید؟ می دانم که عقیده دارید. اغریپاس با پولس گفت: خیال می کنی به این سودی می توانی مرا مسیحی بسازی؟ پولس گفت: از خدا می خواهم که دیر یا زود نه تنها اعلی حضرت بلکه جمعی کسانی که امروز سخنان مرا می شنوند مثل من شوند، البته نه مثل من در این زنجیرها. آنگاه پادشاه از جا برخاست و والی و برنیکی و بقیه حاضران هم برخاستند. وقتی از تالار بیرون رفتند به یکدیگر گفتند: این شخص کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد انجام نداده است. اغریپاس به فستوس گفت: اگر از امپراتور دادخواهی نمی کرد می توانست آزاد